سلام خدمت شما عزیزان، امیدوارم که پر از عشق و آرامش باشین. ندا هستم با یکی دیگه از برنامه‌های بیوتی فیس در خدمت شما عزیزان. امروز میخوام در مورد یه مبحث خیلی مهم و یه مبحثی که خیلی باب هستش، اینکه صورتم لاغر شده چیکار کنم که صورتم پرتر بشه، و این مبحث هم میتونه برای آقایون اتفاق بیفته هم خانم‌ها. این برنامه رو دنبال کنین تا خدمتتون بگم که باید چیکار کنیم تا بتونیم این لاغری صورت رو و در واقع اسکلتی و استخونی شدن صورتمون رو برطرف کنیم. لاغری صورت ما به صورت ناگهانی اتفاق نمیفته. خب میتونه دو تا علل خیلی مهم داشته باشه و عوامل دیگه. این دو تا علل مهم، یکیش وراثت ما هستش، یکی دیگه هم در واقع این روند پیری هستش که خب متابولیسم بدن ما به سمت کند شدن میره و تو تمام آدم ها، خانم و آقایون یکسانه. از عوامل دیگه‌ای که بخوام خدمتتون بگم و نام ببرم، مصرف بعضی از داروهای شیمیایی میتونه باشه، یا لاغر و چاق شدن بدنمون به علت این در واقع فرایند رژیم‌های غذایی که می‌گیریم و حالا یا چاق میشیم یا لاغر میشیم. این میتونه روی پوست صورت ما و روی کلاژن صورت ما در واقع خیلی تاثیر بذاره. استرس، استراپ‌های شدید احساسی، سیگار کشیدن‌های خیلی زیاد و تو معرض نور آفتاب قرار گرفتن به مدت خیلی طولانی یا تغییرات هورمونیمون، اینا تماماً عواملی هستش که میتونه هر کدومشون باعث بشه که صورت ما در واقع حجمش رو از دست بده و لاغر بشه. همونطور که بیشترمون میدونیم، بدن ما کلی عضله داره، هم توی بدنمون هم توی صورتمون ما تعداد خیلی زیادی عضله داریم و این عضلات به صورت ریز و درش هستن. لازمه که بدونین ما موقع خندیدن 44 واحد حرکتی عضله توی صورتمون به کار گرفته میشه که ما بتونیم فقط بخندیم. شما فکر کنین که ما بخوایم اخم کنیم، تعجب کنیم، تمام این ریاکشن های صورت ما دسته خیلی زیاد از عضلات رو با خودش به همراه داره که باعث میشه که صورت ما اون اکت رو به خودش در واقع بگیره. حالا اگه این عضلات صورت ما به خاطر اون عواملی که خدمتتون گفتم کاهش پیدا کنن، حجمشون کم بشه، صورت ما باعث میشه که اون لاغری رو به خودش بگیره و خب حالت خوشایندی نیست. اما ناراحت نباشین، من قراره که تو این برنامه به شما عزیزان بگم دقیقاً مثل همیشه با وسایلی که تو خونه داریم، به وسیله ماسکای خونگی یا همون تکنیک‌های ماساژی که همیشه با هم دیگه انجام میدیم، این آرزو رو از بین ببرین و بتونیم به صورت خیلی طبیعی و ارگانیک بدون استفاده از هیچ مواد شیمیایی صورتتون رو حجیم کنین و از اون لاغری صورتتون در واقع کم بکنین و صورتتون رو پرتر و حجیم‌تر بکنین. خب ممکنه برامون این سوال پیش بیاد که چی کار کنیم که پیشگیری کنیم که این اتفاق در واقع واسه صورتمون نیفته. میتونیم اولین مورد با انجام دادن این حرکات ماساژی که خدمتتون آموزش میدم، در واقع این حرکات میاد همین کاری رو در مورد بدنمون انجام میده که ما به باشگاه میریم و عضلات در واقع بدنمون رو سلامت نگه میداریم، حجم نگه میداریم و باعث میشیم که بدنمون خوش فرم بشه. اگه ما بیایم این ماساژ رو هم انجام بدیم، دقیقاً همون کارو برای صورتمون انجام دادیم و باعث میشه که عضلاتی که خدمتتون گفتم تو صورتمون حجم بشن و دیگه این اتفاق واسه صورتمون نیفته که بخوایم در واقع صورتمون لاغر بشه یا استخونی بشه یا حالت بدی به خودش بگیره. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه و اینکه صورت رو لاغر میکنه، تو معرض نور شدید قرار گرفتن. خدمتتون قبلا هم گفتم این مورد رو حتما بهش توجه کنید. اگه به مدت زیادی زیر نور خورشید قرار بگیرین، صورتتون بافتاش حجمش کم میشه و اون حالت افتادگی رو میگیره. خب و این میتونه برای صورتمون خوشایند نباشه و زیبایی صورتمون رو در واقع از دست بدیم.
یه مورد دیگه هم که خیلی مهم هستش در واقع استفاده از لوازم آرایشی های مخصوصا برای خانوم ها نامرغوبه. یعنی اگه این لوازم آرایش ها نامرغوب باشن و بی کیفیت باشن، پوست صورت شما رو آسیب میزنن و مطمئن باشین که پوست صورتتون آسیب میبینه و حالا جوش و عوارض دیگه هم روی صورتتون به وجود میاد. خب عزیزای من، تا حدودی بهتون توضیح دادم در مورد عوامل و پیشگیری و توضیح مختصر در مورد لاغر شدن صورت و عضلاتی که ما در واقع توی صورتمون داریم. حالا موقع این رسیده که با همدیگه بریم دستامون رو بشوریم، صورتمون رو بشوریم، مثل همیشه برگردیم با همدیگه من تکنیک های ماساژ رو بهتون آموزش بدم و بعدش بریم سراغ اون ماسک خونگی که همیشه درست میکنیم. خب من دستامو تمیز شستم، برگشتم خدمتتون. مطمئنم شما عزیزانم این کارو انجام دادیم. بریم سراغ اولین تکنیک ماساژ. خب برای انجام دادن اولین تکنیک ماساژ خدمتتون تو برنامه قبل و قبل‌تر هم گفتم، باید اول به وسیله کرم دست و صورت که تو منزل داری میتونین آغشته کنین و دستاتون رو کمی چرب کنین، روی صورتتون بزنین، یا از روغن نارگیل یا زیتون استفاده کنین، هیچ فرقی نداره و باعث میشه که در واقع صورتتون چرب‌تر بشه و این انجام دادن ماساژ روی صورت راحت‌تر شکل بگیره. خب من کرم زدم به دستام و دستامو کامل چرب کردم. خدمتتون گفتم میتونید هم از کرم استفاده کنید، هم از یا روغن نارگیل یا زیتون. بعد از اینکه خوب دستاتون چرب شد، اولین تکنیک به این صورت هستش که از دوتا انگشت دستتون به این شکل کمک بگیرین و بذارین گوشه قسمت چونتون و به صورت ضربه‌ای به این شکل تو 4 ضربه این تکنیک رو انجام بدین. یک بار دیگه براتون انجام میدم. پوستتون رو 1 2 3 4 به سمت بالا بکشید. 1 2 3 4 به این شکل. این کار باعث میشه که اون حالت افتادگی پوستتون برطرف بشه و جریان خون توی صورتتون بالا بره. حالا روی این سمت صورتم هم انجام میدم خدمتتون. به این شکل خودتون کاملا متوجه میشین که پوستتون کشیده میشه. این تکنیک ماساژ رو به تعداد 10 توی هر سمت صورتتون انجام بدین و روزی 3 تکرار کنین که بتونه مثمر ثمر باشه در واقع. خب اومدیم دومین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. برای انجام دادن این تکنیک کافیه که دوتا انگشتاتون رو بذارین گوشه های در واقع قسمت چونتون و از پایین به سمت بالا به این شکل یه حالت دورانی، کنار گوش یه حالت دورانی و در آخر یه کشش به صورتتون بدین. دوباره انجام بدیم با هم دیگه و کشش. خیلی حس خوبیه، حتما انجامش بدیم و واقعا این تکنیک‌های ماساژ باعث میشه که صورتتون حجم بشه، حجم بگیره و اون حالت افتادگی و لاغریش برطرف بشه. با هم انجام بدیم دوباره. خیلی حس خوبیه، حتما امتحانش کنید. پس 1 2 و 3 یک بار دیگه. 1 2 و 3
این تکنیک ماساژم به مدت 1 دقیقه و روزی 3 بار انجام بدید. اومدیم با هم دیگه سومین تکنیک رو انجام بدیم. برای انجام دادن این تکنیک کافیه که دستاتون از قسمت بالا روی صورتتون نگه دارین، شستتون به سمت بالا باشه به این شکل و شروع کنین. این هم خیلی ماساژ خوبیه. کشش، انگشتاتون رو به این حالت روی گونه هاتون کشش بدین. یک بار دیگه دوباره دست از بالا، شستا به سمت بالا و کشش. دقت کنین من تکنیک‌های ماساژو که انجام میدم روی تمام قسمت‌های صورتم انجام میدم که تمام عضلاتش که خدمتتون گفتم ریز و درشت درگیر بشه. این تکنیکم به مدت 2 دقیقه و روزی 3 بار فراموشش نکنید. اومدیم با هم دیگه 4 تکنیک رو انجام بدیم. برای انجام دادن این تکنیک 2 دستتون رو به این شکل کنین، زیر استخوان در واقع گونتون قرار بدین و شروع کنین فشار بدین به سمت بالا به این شکل. یک فشار کوتاه و دوباره بردارین دستتون رو. با من انجام بدیم ببینیم که چقدر حس خوبی بهتون میده و اینکه اینو به 2 صورت میتونین انجام بدین و 2 تاشو انجام بدین. یکی که به همین صورت دستتون رو زیر گونتون الان خدمتتون گفتم به سمت بالا و رها کنین و یکی دیگه هم همین تکنیک رو انجام بدین اما صورتتون رو به صورت به این شکل نگه دارین و این کار رو انجام بدین که عضلات بیشتری درگیر بشه به این شکل. این تکنیکم هم تکنیک قبل که بدون اینکه صورتتون و لباتون رو جمع کنیم به مدت 2 دقیقه و اینکه به این صورتم که لباتون جمع میشه این تکنیکم 2 دقیقه سر جمع با هم دیگه 4 دقیقه انجام بدیم و ببینیم که چقدر خون رسانی توی صورتتون بالا میره و 3 بار در روز رو فراموش نکنیم. خب دوستان عزیزم تکنیک‌های ماساژ رو با هم دیگه انجام دادیم. الان میخوام راجع به یه مسئله خیلی مهم باهاتون صحبت کنم و اون هم این هستش که یکی از مسائل مهم دیگه که صورتمون به سمت این میره که در واقع لاغر بشه خشکی صورته و کسایی که در واقع پوست‌های خشک دارن بیشتر یا اینکه تیپ پوستی خشک دارن در واقع بهتره بهتون بگم بیشتر مستعدتر هستن در واقع برای این لاغری صورت و اینکه ما هرچی که توی فصول سرد سال مثل پاییز و زمستان نزدیکتر میشیم این رطوبت پوست ما کمتر میشه و ما خب باید این رطوبت رو جایگزین بکنیم تا بتونیم کمک کنیم که پوستمون در واقع به اون شکل در نیاد که بخواد حجمش رو از دست بده و در واقع میگن که پوست صورتمون دهیدراته شده. حالا خدمت شما عزیزان من میخوام بگم که ما میتونیم به وسیله دستگاه بخور سرد که خیلی هم لازمه برای کسایی که تیپ پوستی خشک مثل خود من دارن و پوستشون بیشتر مستعد هستش که به سمت اون لاغریه برن میتونه یکی از تکنیک‌های خیلی مهم باشه برای اینکه پوستشون در واقع رطوبت بگیره و آبرسانی بشه و به اون شکل در نیاد. خب عزیزان این دستگاه بخور سرد من هستش که تو منزل ازش استفاده میکنم و ما بخور سرد و گرم داریم که من در مورد فواید بخور گرم حتما تو برنامه‌ای بعدی میگم. بخور سرد برای صورت میتونه از این بخورهای کوچیک GB از اینا که توی ماشین استفاده میشه یا این بخورهای کوچیکی که از این بخوری که من دارم خیلی کوچیکتر هستش واسه مخصوص صورته. اگه از اونم دارین که خیلی خوب و چه بهتر. اما اگه این بخور من این بخور بزرگ هست
هستش. از این بخور میتونیم برای کل صورتتون استفاده کنیم به صورت همزمان. خب من بخور رو روشن کردم. همون جوری که میبینین کل صورتتون رو به مدت 1 روب تا 20 دقیقه این بخور رو نگه دارین و باعث میشه که اون بیابی که خدمتتون گفتم صورتتون از اون حالت بیابی در بیاد و با مرطوب شدن در واقع پوست صورتتون اون حجمی رو که میخوایم صورتمون بگیره به این صورت. کل نقاط صورتتون رو حالا من داخل برنامه تایم بیشتری خدمتتون گفتم 1 روب تا 20 دقیقه میتونین کل صورتتون رو از قسمت قبقب تا پیشونیتون رو کلن با این بخور در واقع آبرسانی کنین و این یکی از نکات بسیار مهمی هستش که باعث میشه صورت شما کلاژن سازی کنه و به سمت حجیم تر شدن بره. یک بار دیگه انجام بدیم، خیلی هم حس خوبیه و اینکه برای سرماخوردگی هم عالیه تو این فصول سرد سال. در واقع نفس هم بکشین همزمان که دارین روی صورتتون میچرخونین این بخورو. امروز ماسک خونگی ما داخل این آب پاش قرار داره، یعنی که ما همیشه میریم مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و توی ظرفمون میذاریم و میایم روی صورتمون در واقع پخشش میکنیم. الان من از 2 ماده استفاده کردم که واقعا برای پوست صورتتون و حجیم شدن پوست صورتتون عالیه. یکیش گلاب هستش، یکی عرق بابونه. حالا اول خدمتتون جدا جدا در مورد فواید عرق بابونه و گلاب بگم، بعد خدمتتون بگم که با این میخوایم چی کار کنیم. گلاب از زمانهای قدیم به عنوان یک دارو استفاده می شده و پر از خواص هستش و می تونیم به عنوان یک تونر پوستی هم ما ازش استفاده کنیم. به خاطر این حالت آنتی باکتریال بودن گلاب باعث میشه که کلاژن های پوست ما شروع کنه به سوخت و ساز و در واقع ساختن کلاژن های جدیدتر و خب این خودش باعث میشه که پوستمون از اون حالت در واقع از دست دادن حجم صورتمون به سمت پر شدن و حجیم شدن بره. در مورد عرق بابونه و بابونه ما تا حالا صحبت نکردیم تو برنامه‌مون. بابونه خود گیاهش و حالا عرقش که گرفتن از خود گیاه یک تمدن بسیار قدیمی و پر از خاصیت داره و این گیاه بابونه توی مصر و یونان باستان خیلی خیلی به عنوان یک داروی شفابخش استفاده می شده. از خواصی که عرق بابونه برای پوستمون داره باعث میشه که این ککومک‌های صورتمون، چین و چروک‌هایی که روی پوستمون در واقع وجود داره، همه رو باعث میشه که از بین بره و مهمترین خواصش وقتی که با گلاب ترکیب میشه، از ترکیب این دوتا عرقجات با هم دیگه باعث میشه که سرعت سوخت و ساز کلاژن‌های پوست صورتمون بالاتر بره و ما بتونیم که به راحتی در واقع پوست صورتمون رو و خود کلاژن صورتمون رو حجیم کنیم. الان من خدمتتون گفتم 1 آب پاش بردارین و این آب پاشتون حالا به هر اندازه‌ای که هستش نصفشو گلاب بریزین، نصفشو عرق بابونه بریزین. این من همیشه تو خونه، یعنی که همیشه پیش منه و شما میتونین روزی 3 مرتبه ازش استفاده کنین، صبح، ظهر و شب. آب پاشتون رو بردارین، وقتی که با همدیگه ریختین کاملا ترکیبش کردین، این ترکیب رو همیشه کنار دستتون بذارین و روی کل صورتتون اسپری کنین به این صورت. تمام قسمت‌های صورتتون رو مخصوصا قبقب
پیشونی و کل صورتتون رو به وسیله این دوتا ماده که با هم ترکیب میشه، فوق العاده بوی خوبی هم داره، با هم ترکیب کنین و روی کل صورتتون به صورت آب پاش بپاشید. یه نکته دیگه خدمتتون بگم و این هم بدونید که اگه که به باشگاه میرین و تمرینات ورزشی انجام میدین، حتما دوباره این ترکیب رو توی ساک باشگاهتون بذارین و وقتی که شما دارین در واقع ورزش میکنین و منافذ پوستیتون بازه و تعرق شکل میگیره، میتونین با اسپری کردن این دوتا ترکیب با همدیگه تو روزای گرم سال باعث بشه که از ترکیب این دوتا اسپری روی پوست صورتتون، پوستتون همیشه شاداب بمونه و هیچ موقع جوش هم نزنه. این هم برای روزهای گرم تابستون خدمتتون گفتم. خب بعد از اینکه اسپری کردیم روی صورتمون کامل، یادتون باشه که هیچ نقطه‌ای رو از دست ندیم. همیشه هم خدمتتون میگم چه ماسک خونگی درست میکنیم، چه حالا این عرقیجات رو که این به بعد خدمتتون میخوام آموزش بدم، پشت دستاتونم اسپری کنید به این شکل. یعنی همیشه از ترکیباتی که روی پوست صورتتون استفاده میکنین پشت دستاتون هم بزنین، چون این ترکیبات باعث میشه که رطوبت پوستتون و در واقع اون پهاشش حفظ بشه. و مدت زمان این هم مثل تمام ماسکای خونگی روی پوست چقدر باید باشه؟ حدود همون 20 دقیقه دقیقاً طول میکشه، تا البته به پوست تیپ‌های پوستی مختلف خب فرق داره با هم دیگه، اما پوست خشک خیلی زودتر، حدود 10 تا 15 دقیقه این مواد رو جذب میکنه. اما اگه ما بخوایم به پوست چرب در نظر بگیریم، حدود 20 دقیقه دیگه تمام این مواد روی صورتتون کاملا جذب شده و بعد از اینکه اسپری کردیم مواد دو، حتما حواستون باشه که اصلا دست نکشین که بخواید خودتون در واقع این مواد رو پاک کنین، یا یعنی که رو صورتتون فقط همین اسپری رو انجام بدین، اجازه بدین که خود صورتتون به مرور زمان این منافذ اینا رو به سمت داخل بکشه و اون کار خودش رو انجام بده. انتهای این برنامه هم رسیدیم. امیدوارم که این نکاتی که خدمتتون گفتم بتونه بهتون کمک کنه که پوستی شادابتر، زیباتر و اینکه حس خیلی بهتری داشته باشید. و همیشه خدمتتون میگم یادتون نره صورت ما ویترین بدن ما هستش، هم برای خانوما هم برای آقایون، و برنامه‌های بعدی رو حتما دنبال کنین. خدمتتون همیشه گفتم من تو هر برنامه میام رسیدگی میکنم به یکی از عوارض پوست، و اینکه هر برنامه رو اگه دنبال کنین خدایی نکرده ممکنه که اون عارضه پوست شما باشه و بتونین به راحتی تو خونه برطرفش کنین. و در آخر از خداوند براتون آرزومندم که پر از آرامش و لبتون همیشه پر از خنده و شادی باشه. خدا نگهدار.